بسیاری از افراد حتی اساتید معنوی مثل اوشو معتقدند که دنیا روز به روز بدتر میشه و گذشته جای بهتری بوده. اگه شما هم اینطور فکر میکنین، امروز حقایقی بهتون گفته میشه که شما رو به تأمل وامی داره. بنابراین شدیداً توصیه میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینین، مخصوصا اگه ناامیدین و انگیزه ای برای زندگی ندارین. چه در دنیای امروز، چه در گذشته و حتی در آینده، همیشه عده زیادی ناراحتن و از زندگیشون و از دنیایی که توش هستن راضی نیستن. والا چی بگم؟ گرانیه دیگه. خیلی ها ممکنه بگن ما در زمان بدی به دنیا آمدیم، یا ترجیح میدادن زنده نباشن، یا خیلی ها فکر میکنن اگه پولدار بشن یا فلان چیزو به دست بیارن خوشبخت میشن. اما رضایت از زندگی و خوشحالی یه پدیده درونیه و به ذهنیت و معنویت شما بستگی داره. با تغییر زاویه دیدتون، اتفاقات بد و منفی پوچ میشن و حتی این امکان وجود داره که براتون تبدیل به تفریح بشن. شما حتی اگه یه زندگی سطح پایین توی یه کشور جهان سومی داشته باشین، آیا میدونستین که زندگیتون آرزوی پادشاهان 1000 سال پیش بوده؟ وقتی که شما همه جانبه به قضايا نگاه نکنین و فقط برخی جنبه‌های منفی رو در نظر بگیرین، به اشتباه میفتین و مثلا میگین زندگی امروزی ناراحتی و استرس بیشتری نسبت به گذشته داره. قدیمی‌ها زندگی بهتری داشتن. ما استرس کار، اخبار منفی و چیزهایی از این قبیل داریم. اما در حقیقت ناراحتی، استرس و نگرانی در گذشته خیلی بیشتر از الان بوده. الان ما توی خونه‌هامون نگران حمله موجودات وحشی نیستیم. نگران وضعیت کشاورزی یا دامداریمون نیستیم و در هر حالتی میتونیم مواد غذایی مورد نیازمون رو از جای دیگه خریداری کنیم. یعنی لازم نیست خودمون کار تولید مواد غذایی مورد نیازمون رو انجام بدیم و نگران بارندگی یا خشکسالی و مشکلات دیگه باشیم. نگران نیستیم که اگه خودمون یا خانوادهمون مریض شد، چطوری خودمون رو به شهرهای بزرگ برسونیم که دکتر دارن. استرس حمله سایر قبیله‌های وحشی به خودمون هم نداریم. حتی برای بلایای طبیعی آماده تریم و خونه های محکم تری داریم. از همه مهمتر این که دلیل وقوعش را میدونیم. میدونیم که روی گسل نباید خونه ساخت و میدونیم که در مناطق زلزله خیز باید خونه های محکم ساخت. میدونیم که در نزدیکی ساحل و جایی که سابقه طوفان و سیل داشته نباید زندگی کرد. اما در گذشته اینطور نبود. مردم نمیدونستن دلیل سیل چیه و میگفتن شاید کار بدی کردیم که خدای دریا ازمون عصبانی شده. نمیدونستن چرا زلزله میاد و میگفتن شاید خدای زیر زمین ازمون ناراحته و با ترس و استراب سعی میکردن اونو راضی کنن. به بت‌ها هدایا میدادن، حتی بچه‌هاشون رو قربانی میکردن، اما باز هم زلزله و سیل میومد. رعد و برق که میشد فکر میکردن خدایان آسمان در نبردن و میترسیدن که مبادا ترکش این نبرد به اونا هم برخورد کنه. زندگی عادی شما آرزوی بزرگترین پادشاهان جهان بوده. آب تصفیه شده توی خونه شماست. شیر آب رو باز میکنین و آب سرد یا گرم دارین. شما حمام اختصاصی خودتون رو دارین. این فقط با تلاش‌های چندین نفر برای پادشاهان قدیم مهیا میشد، اونم نه با این کیفیت. مردم عادی فکر میکردن که اگه کار خوب کنن و برن بهش، اونجا چنین چیزهایی رو تجربه خواهند کرد. پادشاهان قدیم حاضر بودن همه چیزشون رو بدن که فقط مثل شما برای تابستون کولر داشته باشن. شما میتونین کارهای مختلفی روی دندوناتون انجام بدین تا خراب نشن. حتی اگه پول این کارها رو نداشته باشین و دندونتون خراب بشه، میتونین با داروی بیهستی دندونتون رو بکشین. در صورتی که در گذشته همه مردم باید درد وحشتناک کشیدن دندون رو تحمل میکردن. یه نکته مهم در این مورد وجود داره. وقتی پیشرفت و رسیدن به اهداف در طولانی مدت اتفاق بیفته، معمولا فرد راضی نمیکنه و اون شخص متوجه پیشرفتی که کرده نمیشه. زندگی امروزی ما از نظر بهزیستی قابل مقایسه با زندگی چند هزار سال پیش نیست. اگه یه نفر با ماشین زمان از چند هزار سال پیش به زمان الان بیاریم، قطعا فکر خواهد کرد که به بهشت اومده. اگه ببینه چه امکاناتی امروزه هست، حسابی تعجب میکنه. وسیله‌ای به نام یخچال که داخلش میشه مواد غذایی متنوعی رو نگهداری کرد. میوه‌های مختلف از مناطق مختلف در هر فصل سال وجود دارن. یعنی مهم نیست که در اون شهر فقط یک یا دو نوع میوه رو بشه پرورش داد. آشپزی دردسر قدیم رو نداره و اجاق گاز و انواع وسایل پخت غذا اختراع شده.
تخت خواب وسیله پادشاهان در اکثر خونه ها هست. حتی قیافه مردم قدیمی رو با الان مقایسه کنین و ببینین چقدر فرق کرده. اکثر اونا آرزو داشتن چهره های امروزی و اندام امروزی رو می داشتن. اما باز هم شما از چهره خودتون راضی نیستین. مسخره‌ست نه؟ تصور کنین شما به 1000 سال آینده سفر کردین. یه نفر داره گریه میکنه و میخواد به زندگیش پایان بده. شما بهش میگین چی شده؟ چرا انقدر ناراحت و مایوسی؟ اون بهتون میگه قرص X5 رو گم کردم. شما میپرسین این قرص چیه؟ اون میگه زمانی که این قرص رو بخوری تمام بیماری ها، هر نوع بیماری که داشته باشی درمان میشه و کاملا سالم میشی. یه نوع دارو برای درمان همه بیماری هاست. شما میگه خب دیگه نمیتونی این قرص رو به دست بیاری؟ اون میگه باید دوباره از داروخونه بخرم. گرونه، باید 1 ماه کار کنم و درآمد 1 ماه هم بدم تا اون قرص رو دوباره بتونم بخرم. من چقدر بدبختم. شما با خنده میگین اشکالی نداره، من حاضرم 5 سال کار کنم و درآمدمو بدم برای چنین قرصی. 1 ماه که چیزی نیست، دوباره بخرش. قدرشو بدون، نادیدشو نگیر عزیز. چیزهایی داری که میلیون ها نفر همین الان آرزوشو دارن. شما درد اون شخص رو درک نخواهید کرد و او هم حرفای شما رو درک نخواهد کرد و فکر خواهد کرد که شما به طرز احمقانه خوشبین و امیدواری. متوجه شدیم با این مثال چه چیزی رو میخواستم بهتون بگم؟ برای شما که متعلق به زمان آینده نیستین، چنین قرصی موهبت بزرگیه. اما برای اون افرادی که در آینده زندگی میکنن، قدر اون قرص رو به خوبی نمیدونن. شما وقتی سردرد دارین یه قرص مسکن میخورین، اما در گذشته چنین چیزی وجود نداشت. داروهای گیاهی بود، اما در دسترس همه نبود و همه ازش خبر نداشتن. الان تهیه دارو آسون شده. اگه با ماشین زمان به گذشته سفر کنیم و در زمانی که تا اون داشت میلیونی آدم ها رو میکش، به افراد بگیم که میتونن با ما به زمان آینده بیان، جایی که چنین بیماری نیست و در امان هستن، اونا حاضرن همه چیزشون رو بدن، حتی شرفشون رو بدن تا قبول کنیم با همون بیان. شما امروزه به راحتی میتونین حرفای آدم های دانا و باسواد رو پیدا کنین و بخونین و بشنوین، اما در گذشته برای این کار باید سفرها میکردین و خطرات زیادی رو به جون میخریدین تا شاید فرد مناسب رو پیدا کنین و این کار بسیار پرهزینه بود. انسان گذشته اگه به زمان الان بیاد فکر میکنه بهشت اومده و به مشکلات شما با صدای بلند میخنده، همونطور که شما به مشکلات انسانهای آینده خواهید خندید. وقتی پیشرفت به مرور اتفاق افتاده، دیگه کسی که سوار هواپیما شده به این فکر نمیکنه که این وسیله روزی آرزوی بشر بوده و اگه زمان قدیم بود باید با شتر و کاروان در سرما و گرما مسیر کشورها رو طی میکرد و در راه دوستا و خلافکارا ممکن بود هر بلایی سرش بیارن. مدگل در کانادا آزادی پوشش داره، امنیت داره، اینترنت فیلتر نشده داره و 500,000 فالوور داره. از صحبت کردنش پول خوبی در میاره و میگه دنیا تیره و تاره، دوست نداره زنده باشه و اگه بمیره دوست نداره دوباره به زندگی برگرده. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. البته من حق میدم به کسی که توی زندگیش تجربیات تلخ داشته بخواد ناراحت باشه و درکش میکنم، اما زندگی همینه و قرار نیست ایدئال باشه. مدگل و خیلی های دیگه با ناراحتی میگن ما برده هستیم، باید همش کار کنیم، باید مالیات بدیم. دروغ میگی، به علی دروغ میگی. من نمیدونستم که چند هزار سال پیش خدا برای مردم قضا ظاهر میکرده و مردم کار نمیکردن. اون زمان که کار کردن سخت‌تر و بیشتر بوده. اتفاقا الان با خیلی روش‌های ساده‌تر مثل مشاغل اینترنتی شما میتونید پول بیشتری به دست بیارین و تایم بیشتری برای تفریحات داشته باشین بدون اینکه از نظر بدنی فرسوده و بیمار بشین. در قدیم مردم کار شدید انجام میدادن و اکثرا به خاطرش دچار فرسودگی و پیری زودرس میشدن. در قدیم خیلی‌ها روی زمین پادشاهان کشاورزی میکردن و جاهایی که اینطور نبود مردم باید هر سال بخشی از محصولشون رو به پادشاهان میدادن. الان اگه مالیات میدین دولت براتون جاده و مرکز تفریحی و امکانات مختلف میسازه و امنیتتون رو تامین میکنه، اما در قدیم مالیات به پادشاه میدادن و اکثرا خرج عیاشی پادشاه میشد. در قدیم مردم با اینکه به شدت کار میکردن اما زندگی ساده‌ای داشتن. زنها باید لباسا و ظروف رو به چشمه‌ها و منابع آبی میبردن تا بشورن
و هر روز مسیر زیادی رو باید مثل باربرها طی می‌کردن. در اکثر جوامع مرد سالاری حکمفرما بود و زنها معمولاً حق و حقوقی نداشتند. امروز شما یک صدم اونا کار نمی‌کنین ولی زندگی هزار برابر بهتر از اونا دارین و میگین این عادلانه نیست. پول برق را باید بدهیم، پول آب را جدا، و میگین ما برده هستیم. برده کی؟ شما همین الان میتونین زندگیتون رو تعطیل کنین، از کارتون استعفا بدین و برین در روستا زندگی کنین، اونجا کشاورزی کنین، چاه حفر کنین و زندگی ساده‌ای داشته باشین. قید مدرسه و درس و دانشگاه هم بزنین، کسی جلوی شما رو نگرفته، پس برده نیستی، چون برده چنین اجازه‌ای نداره. جنگ اوکراین و جنگ حماس باعث شده دی بگن جهان داره روز به روز بدتر میشه و جای ناامن و تاریکیه، اما این دقیقا نشون میده که دنیا جای بهتری شده، چون شما برخلاف انسانهای گذشته انتظار چنین اتفاقهایی را ندارید. در قدیم همه تمدنهای بزرگ و امپراتوریها مدام در جنگ بودن. جنگ و خشونت برای مردم کاملا عادی بود. رفتار داعش در گذشتهای دور عادی بوده اما الان نیست. این یعنی دنیا به جای بهتری تبدیل شده، چون دنیا نسبت به سابق آرامش و امنیت بیشتری داره. فکر میکنین چرا در تمدن‌های قدیمی انواع و اقسام تئوری‌ها در مورد جهان پس از مرگ ساخته شده بود؟ چون زندگی فعلیشون به درد نمیخورد و ارزششون نمیکرد. یکی از دلایلی که امروزه باورهای این چنینی در مردم ضعیف شده اینه که شرایط زندگی به اون وعده‌ها نزدیکتر شده. جهانی که درونش درد و رنج کمتری است، خوردنی‌های خوشمزه است، مردان و زنان زیبا است. من نمی‌خوام بگم که این زندگی همون زندگی بهشتیه و لذت‌های زودگذر رو با وعده‌های لذت ابدی مقایسه کنم، ولی حتما قبول دارین که ما تا یه درصدی به اون وعده‌های بهشتی رسیدیم. پس چرا ازشون لذت نمی‌بریم؟ تصور خونه‌ای که دماش قابل تنظیم باشه برای مردم چند هزار سال پیش مساوی بود با بهشت، که به شرط اینکه یک عمر درست کار باشن به چنین جایی خواهند رفت. ما جام جهانبینی به نام تلویزیون و اینترنت داریم و از سراسر جهان میتونیم باخبر بشیم، امکانی که در نظر پیشینیان ما فقط خدایان ازش بهره مند بودند. بسیاری از بیماری‌ها رو ریشه‌کن کردیم، ولی همه اینا برای ما مسخره است و راضی نیستیم، چون هنوز نیمه خالی لیوان رو نگاه میکنیم. به این که هنوز برخی بیماری ها رو نتونستیم از بین ببریم، هنوز پیر میشیم، هنوز میمیریم، هنوز در روابط عاشقانه و دوستی هامون شکست میخوریم، هنوز خسته میشیم، هنوز استرس داریم، هنوز باید کار کنیم، اما بهتر زاویه دید و تغییر بدیم. اگه شما در جایی که همه بی خانمانن یه خونه معمولی و قدیمی داشته باشین، هم در نظر خودتون هم در نظر بقیه بسیار خوشبخت هستین و راضی خواهیم بود و فکر میکنین که دارین توی کاخ زندگی میکنین. اما اگه همین خونه رو در جایی که همه خونه های مجلل و کاخ دارن داشته باشین، به احتمال زیاد دیگه راضی نیستین و حس میکنین فقیر و بدبختین. این نشون میده که زاویه دید ما مهمه. زندگی ما محدوده و این باعث میشه شما بفهمین که در هر موقعیت فقط یک فرصت دارین. یک فرصت برای خوشحالی یا ناراحتی، یک فرصت برای دوستی یا دشمنی، یک فرصت برای انجام کار نیک یا بد، و همین زندگی شما رو معنادار میکنه. چندین سال تحقیق جالبی در اروپا انجام شد و از مردم زیادی که مرگشون نزدیک بود و در بستر بیماری بودن پرسیدن که چه چیزی بزرگترین خوشحالی یا افسوس شماست. فکر میکنید در این لحظه چه چیزی براتون باقی مونده؟ اونا ثروت، خونه، ماشین و چیزهایی از این قبیل رو مهم نمیدونستن و میگفتن روابط ما، تجربیات خوشی که با دوستان و خانوادهمون داشتیم و کارهای مهمی که کردیم برامون تا این لحظه با ارزش باقی مونده. اینکه یک نفر کار بزرگی انجام داده باشه، خدمتی به دیگران کرده باشه، جانی رو نجات داده باشه و تجربیات خوشی که با دوستان و خانوادش داشته، چیزهایی که به زندگیش معنا میده، نه تلاش برای خریدن خونه و ماشین. اگه شما از زندگی راضی نیستین و فکر میکنین در دنیای بدی گرفتار شدین، یا فکر میکنین در زندگی قبلی اشتباهاتی داشتین که باعث شده الان در جهنم باشین، میخوام بهتون بگم که این اشتباهه و اکثرتون، خصوصا اونایی که اینترنت دارن و تونستن این حرفا رو بشنون،
در جهنم نیستن و فقط باید زاویه دیدشون به مسائل رو تغییر بدن. از حرفای من این برداشت رو نکنید که حکومت ها خوبن و نباید اعتراضی بهشون داشت. شما باید به خاطر کاهش رنج بشریت همیشه مطالبه گر باشین. اگه مردم آمریکا برای حق رأی نمی جنگیدن، اگه بر علیه بردهداری نمی جنگیدن، زندگی امروزشون رو نداشتن. حکومت ها خودشون به صورت داوطلبانه حقی رو به شما نمیدن و شما باید با هر روشی اون حق رو بگیرین. رنج از منطقی نبودن، اشتباهات و تناقضاتی که در افکار و رفتارتون وجود داره میاد. به همین خاطر من بسیاری از انواع ناراحتی ها رو تجربه نکردم، با اینکه شرایط خوبی نداشتم. من میتونم برای چیزهایی که ندارم یا برای اتفاقات بدی که به چشم میبینم غصه بخورم، اما زاویه دیدم رو تغییر میدم و میتونم خوبی ها و نیمه پر لیوان هم ببینم. حتی وقتی که شرایط سخت میشه، خودم رو جای شخصیتی مثل مایکل توی سریال فرار از زندان یا داوینچی توی سریال شیاطین داوینچی و یا شرلوک میذارم. اول خوشحال میشم که در زمانی هستم که این سریال ها ساخته شده و تونستم اونا رو ببینم. دوم میگم الان شرایط برای من شبیه شرایط اونا شده. بنابراین زندگی در اون لحظه برام تبدیل به پازل و مأموریت میشه. زندگی بدون سختی زندگی بی‌ارزشیه، چون باعث میشه شما پتانسیل خودتون رو کشف نکنین و هرگز نفهمین که چه قابلیتایی داشتین و چه کارهای خارق‌العاده‌ای میتونستین انجام بدین. بنابراین شما باید از مشکلات و سختی‌ها استقبال کنین. باید بگین من منتظر بودم که سختی‌ها و چالش‌ها پیش بیان تا خود واقعی ما آشکار کنم. هیچ کسی در باشگاه بدنسازی همیشه وزن‌های سبک نمیزنه. میدونه با این کار وقتش تلف میشه. افراد برای اینکه بدن قوی‌تر و زیباتری داشته باشن باید وزن‌های سنگین‌تری بزنن و سختی بکشن. زندگی هم همینه. برای رسیدن به حس رضایت از زندگی باید برای زندگیتون معنا بسازین. در این صورت حتی اگه شکست بخورین و از پس مشکلات برنیاین، اون مسیری که طی کردین براتون رنج‌آور نبوده، چون براتون هدف و معنایی وجود داشته. مهم نیست که کائنات یا دنیا آیا به ما اهمیت داده یا نه، آیا حکومت‌ها زندگی ما براشون مهم بوده یا نه. مهم اینه که ما به هم دیگه اهمیت بدیم و با هم خوب رفتار کنیم. ما باید روابط خوب و سالمی بین خودمون بسازیم. این زندگیمون رو لذت بخش میکنه. اینکه کسی ما رو دوست داشته باشه و بهمون اهمیت بده و ما هم همین حس رو نسبت به دیگران داشته باشیم، همین کافیه.